شما هر ساعت که من این رو داشتم عرض می کردم، یه حالا نکته ای بود حس کردم نیاز به توضیح داره که نظرم رو حالا من تو تکست نوشتم بگم خدمتتون. ببینید، اینی که یه پکیج آدم میخواد نقد بکنه، یه مجموعه رو میخواد نقد بکنه، بعد مطرح بکنه که آقا این قرائت های مختلفی داره، چون قرائت های مختلفی داره پس حالا من و چیزی برای ارائه نداره و مشخص نیست کی چی میگه کلن ببرم زیر سوال، این منطقی نیست. مگه این طرف اونایی که حالا شما معتقدید که اینها عقلگرا هستند و مبتنی بر عقل زندگیشون رو میبرن جلو، مگه با همدیگه مشترکن؟ اینا هم 1001 فرقه دارن. خب اینا که اینور نشستن برگردن بگن آقا شما اول حرفاتون رو یکی کنید، پس شما هم چون حرفاتون یکی نیست پس عقلانی نیست. مثلا این استدلال غلطه. ما باید بیاییم قرائت های مختلف رو نگاه بکنیم، بعد حالا از میون اینها ببینیم کدوم یکی با همدیگه مفهوم مشترک داریم. اونی که بنده شیعه با مبانی روایی، من حالا به بحث حکومت و اینا اصلا من کار ندارم، با مبانی روایی ما این گونه است. خواستید من میارم یه روز برای شما قشنگ اینا رو میگم. عقل حجت باطنیه، یعنی متواترات. حالا شما نیایید بگید آقا پس این حکومت چی میگه، فلان آخوند چی میگه، فلان. ببین اینا بحثای ثانویه، اونی که هست و خلاصه موجوده و متواتراته و من میتونم روش تکیه بکنم اینه که عقل حجت باطنیه، یک. و یه کسی که میاد و میگه من حالا وحیم یا حالا به هر ترتیبی تونست خودش رو بر این حجت باطنی اثبات بکنه، اون بین خودش و خدای خودش اگر نپذیره مؤاخذه، ولی اگر خلاصه بر اون حجت اثبات نشد، بین خودش و خدای خودش هیچ داستانی نداره. یعنی اینا تو روایات ما اومده و قطعیات روایات ماست که اصطلاحا از دید منابع روایی به اینها اطلاق مستضعف فکری گفتن، آقا حق به اینها نرسیده. لذا عقل یه امامزاده عجیب غریبیه از دیدگاه باور بنده. یعنی شما آقای ریزگرد قطعا خوندید دیگه، شما برید اول بهار یه کتابی، یه کتاب العقل قبل کتاب توحید، یه کتاب عوالم رو شما نگاه کنید 800-900 صفحه است، ابتدای یه مجموعه 200 جلدی حدیثی حداقل 1000 صفحه کتاب العقله. یعنی احترام، یعنی قبل از اینی که توحید رو شروع بکنن تو اصول کافی نگاه بکنید کتاب عقله. حالا شما میایید میگید آقا این عقل چیه، فلان چیه. حالا اینا در جایگاه خودش قابل بررسی از دیدگاه بنده، یعنی همون مطالبی که گفتم. اصلا هر کسی بیاد عقل رو تعریف کنه بسیار بیراه رفته. یعنی معرف باید اجلایی از معرف باشه و اصلا عقل در شدت ظهور برای هر کس نزد خودش و نیاز به تعریف نداره. یه تأمل بکن میفهمی عقل یعنی چی. یعنی ما عوارض عقل رو در دیگران و خلاصه آثاری رو برای خودمون توضیح میدیم. تعریف کردن عقل عین تعریف کردن نوره. نور رو شما نگاه کن میبینی دیگه، یعنی چیزی که به او حقایق روشن میشه، شما بخوای او رو روشن بکنی با چی میخوای روشن بکنی؟ اصلا این مبناءً به نظر من غلطه. تو اون بحث قوانینی هم که من گفتم خدمتون، شما فقه رو با اصول فقه خلط کردید. یعنی فقه حاصل اصول فقه، اصول فقه هم حداقل بیش از 100 قاعده است. یعنی اتفاقا برتری این قانون، یعنی برتری در واقع اسلام نسبت به سایر حالا داستانها و ادیان دیگه اینه که برای اولین بار قواعدی رو ایجاد کرد که با این قواعد که عموماً مبتنیه بر مستقلات عقلیه، شما میتونید حاصل او یعنی قوانین تولید کنید. حالا اینها از این ابزارها اینه یه علاج داره، همه چی گذاشته شده.
بسته به مختصات شماست که کجا نشستی، شما چجوری داری استفاده میکنی، متناسب با استعداد خود، یعنی این اختلافات متناسب با مختصات استفاده کننده است، درست استفاده کنه نکنه، مواد تصمیم گیرنده درست باشه نباشه. ببینید شما فرض بفرمایید مثلا جزء این قواعد چیه، من چند تا دونش رو میگم. آقا الناس مسلطون علی امواله، قاعده ید، حالا اینا اصول فقه یا قوانین قواعد فقه، قاعده ید و قاعده ید یه قاعده عقلانیه، قاعده لازرار، خب اینا همه عقلانیه، قاعده استصحاب، قاعده براعت، آقا اصل بر براعته. ببین اینا من بخوام بشمارم بیش از 100 قاعده است. حالا این قواعد دست طرف حقایق رو میبینه و حالا با اینها شروع میکنه فقه تولید کردن، قانون تولید کردن. یه موقع میبینید فضا به گونه ایه که موادی که در اختیار او قرار میگیره، مثلا تو بحث تنباکو و نمیدونم بحث لازرار، قاعده لازرار یه قاعده اصلیه، ها یه موقعی سیگار رو نمیدونستن ضرر داره، خود مراجعش هم میکشیدن، آقای خویی با اون عظمتش دانهیل هم میکشید، یه موقع اثبات شد که آقا ضرر داره، گفتن آقا تا حرمتش هم خیلی رفتن جلو. اینجا قانون عوض نشده، اون اصوله که حالا این اصول با همدیگه بازی میکنن و حالا یکی این اصل رو به اون یکی ترجیح میده. یعنی هنر این ور تو اون قواعد قانونساز بازی کردنه. بله اینا هست و این اختلاف هم هست، همون قوانین قانون دولت فقیه هم که شما فرمودید همه مبتنی بر همین قواعده، یعنی طرف میاد با همین قواعد اینها رو به همدیگه خلاصه در میآمیزه، یه استدلال میکنه، دیگری هم یه استدلال دیگه میکنه. مهم اینه که خلاصه اینها مستند به این هستن. حالا آقا این اختلافات رو چجوری باید حل کرد؟ یکی اینو گفت، یکی اونو گفت. تو شیعه با توجه به حالا سیره آقا امیرالمومنین انتخاب عمومه، یعنی این از قطعیات ماست که علی علیه السلام موقعی که با اینی که حقش رو غصب کردن، اما وقتی مردم نخواستن نیومد جلو، ابو سفیان اومد گفتش که آقا من میام کمک کنم، کودتا. گفت آقا چه کودتایی، نمیخوام. یعنی حتی اون چیزی که حق این اونی که ما از اهل بیت یاد گرفتیم، حالا شما الان بیا بگو آقا جمهوری است چرا فلان، اون دیگه من سوادشو ندارم، اونی که اهل بیت بودن این بوده که آقا این حالا این پکیجو که حالا مد نظر اینا هست، آقا مردم مبنا مردمن، ولو آقا مردم نمیخوان آخرت داشته باشن، خب نیومدن جلو. میگم ابو سفیان اومد گفت آقا من شمشیرم در اختیار شما، همین الان بیا من میگیرم میدم به شما، نمیخوام. یعنی مبنا چون مبنای اون حکومت دینی تربیته، تربیت هم مبناش اینه که مردم بخوان، اگه نخواستن علی علیه السلام 25 سال میشینه، وقتی خواستن اومدن به زور حالا میاد. این حالا این نکاتی بود که من گفتم، حس کردم که اون بحث قانونی که گفتم یه خورده نیاز به توضیح داره، که حالا گفتم خدمتتون مزاحم عزیزان شدم. خیلی ممنونم فرصتی که در اختیار این حقیق قرار داد. مرسی از شما، عرض کنم خدمت شما که خیلی لطف کردید که صحبت کردید. عرض کنم خدمت شما چند تا نکته رو توضیح بدم اینجا. ببینید بحث اون که توی تکست این بود، و عرض کردم خدمت شما بحث ولایت فقیه این چیز قواعد فقیه شو گفتم، بحث ولایت فقیه مشخصا روی مایک گفتم، فکر کنم صدا اونم ضبط شد دیگه، گفتم بحث ولایت فقیه بحث فقیه یا کلامی، شما فهمیدید فقیه. خب ولایت فقیه که کاملا بحث کلامیه، حالا ایناش کار نداریم، از این میگذریم بریم جلو. ببینید در چند تا مسئله میگید، شما صحبت میکنید، اول اون چیز به شما بگم، این که شما گفتید که یک چیزیه که میگید قرائت های مختلفه، بعد همش رو یک کاسه رد میکنید. من اساسا و اصولا ادیان و مخصوصا اسلام و یک کاسه اصلا رد نمیکنم، اصلا رد نمیکنم. ادیان محکم سر جای خودشون باید داشتن، محکم ها ادیان محکم سر جای خودشون باید وایسن، دینداران هم محکم باید به ایمانشون ادامه بدن. توجه میکنید؟ پس ما ادیان رو رد نمیکنیم، ما اون قرائتی از اسلام رو میکنیم که منجر میشه به حکومت و همیشه هم فاجعه به بار آورده. تا اینجا درسته؟ حالا شما اینجا رو باید وارد بشید، اینجا رو قبول دارید یا قبول ندارید، اینو باید بگید که شما وقتی میرسید به اینجا میگید من دیگه سوادشو ندارم.
من میدونم چرا شما سوادشو ندارید. توجه میکنید؟ چون شما سوادشو توی حوزه‌های دیگه دارید. به جمهوری اسلامی حکومت که میرسه میگه دیگه من سوادشو ندارم. خب این نشد که. ببینید ما اصلا با این مشکل نداریم. اسلام، مسلمین، ادیان همه سر جای خودشون محکم باید وایسن. کار خوبی هم میکنن. اما اگر دینی ممزوج شد، چسبیده شد به حکومت، چسبیده شد به قدرت، این غلطه. توجه میکنید؟ این غلطه. چرا غلطه؟ چون نتایجی که داره ازش به بار میاد، آقای ناصرالدین، زمانی که شما از علی بن ابی طالب صحبت میکنید، مبنای حکومت ملاک چی بوده؟ ملاک حکومت حاکم و محکوم بوده. اما چون معصومی به قول شما به عنوان علی بن ابی طالب وجود داشته که خودش هم نمیگفته من معصوم بودم، که خودش مشخصا میگه من اشتباه میکنم، اما علی بن ابی طالب میگفتن حداقل ظلم نمیکنه به رعیت خودش، تا اونجا اوکی بوده. ولی من از شما سوال میپرسم، آیا بعد از اون معصومایی که شما سراغ دارید دوباره معصومی هم اضافه شده یا اضافه نشده؟ اگر اضافه نشده و همون 14 تا هستن که شما میگید، پس امروز همه میتونن اشتباه کنن، همه میتونن غلط حکم بدن، همه میتونن در حکومتشون اشتباه کنن، بنابراین دیگه دین حجیتی واسه حکومت نداره. حرف ما اینه، ما نمیگیم اسلام فلان است و نمیدونم اونها چیزای دیگه است. توجه میکنی؟ پس قاطی نکنیم اینا رو با هم دیگه. اما در مورد عقلانیت، اما عقل تعریف نکردیم. مثلا عقل تعریف نکردیم. اون قواعد لازرا رو فلان و بقیه رو بذارید کنار. اینایی که شما داریم، ما داریم توی یک مبنای صحبت میکنیم. شما نرید به اون سمت. ما اینجا که داریم صحبت میکنیم میگیم آقا استدلال ورزی، آیا شما یک کاری بکنید، شما واسه اینکه حرف من رد کنید بعد یک کاری بکنید، یک آیه از قرآن بیارید که استدلال کرده باشه، یه دونه. اینا که دیگه خیلی واضحه که یک آیه از قرآن بیارید که استدلال کرده باشه. آقا اصلا قرآن بر اساس استدلال پیش نرفته، قرآن پیش رفته بر اساس استدلال، چه برسه به دیگران، چه میدونم ائمه و نمیدونم بقیه و بقیه. مبنا استدلال نیست، ما عقلانیت رو میگیم استدلال. توجه میکنید؟ یعنی استدلال ورزی، حرکت در شعاع دلایل. توجه میکنید؟ حالا چرا شما اینجا مشکل دارید؟ یعنی چرا تفکر اینجا مشکل داره؟ تفکر واسه اینجا مشکل داره که همه چیز عقلانی نیست. دین یکی از اون چیزایی که عقلانی نیست. دین یکی از اون چیزایی که مبتنی بر عقلانیت نیست لزوماً. چرا؟ چون دارم به شما میگم، شما اگر میگید که عقلانیت و فلان و فلان و فلان، من دارم به شما میگم در نهایت امر شما میتونید بگید دین مرتبه مثلا ورای عقلانیت، مبتنی بر ایمانه. بله آقای کوری. بعد در همین ایمانم هم به شما گفتم، بر همین ایمانم هم کسایی که رفتن خیلی کار کردن و فلان، مثلا کرکگارد که گفتم، حتی جان لاک، اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا اصلا کرکگارد میگه، جان لاک اینو نمیگه. کرکگارد مبتنی بر اصالت ایمانه، میگه آقا ایمان، میگه من تکیه به ایمان میدم، حتی اگر با عقلم هماهنگ نباشه من ایمان خودم حفظ میکنم. اینو باید بگی. این که شما میگید تمامی اینها عقلیه، آقا تمامی چی عقلیه؟ شما دارید یه قاعده میارید میگید این قاعده عقلیه، بعد خودتون میگید عقل رو تعریف نکنیم. این که نشد که، ما عقل رو تعریف میکنیم. شما بگید آقا این تعریف از عقل، نه عقلانیت. شما بگید این تعریف از عقلانیت رو بنده قبول ندارم، اون میشه چیز دیگه. تعریفی که ما از عقلانیت میکنیم یعنی شرک در شعاع استدلال و دلایل. دین در این شعاع نمیتونه حرکت کنه. توجه میکنید؟ و چیزی که نمیتونه در این شاه حرکت کنه، و چیزی که نمیتونه در این شاه حرکت کنه، شما دارید چیز زیاد بارش میکنید. یعنی هی میذارید روی دوشش، هی میذارید روی دوشش، هی میذارید روی دوشش. و این کار نباید بکنید. این اشتباهی، این جفایی که خود دین داره دارن به دین میکنه. در مورد فقه و نمیدونم احکام و نمیدونم اینا رو چیزایی که دارید میگید، حالا اشکال نداره هر چی باشه شما خودتون بیاد بگید. ببینید آقای ناصرالدین، من آشنام با این بحثا. اینا شما یه مبانی رو که ما داریم در مورد شرف می‌زنیم گم می‌کنید، میایید سر یک شاخه هایی که اصلا اون شاخه ها ما اصلاً بحثی فعلا نداریم. یعنی شما دارید قاعده لازرا رو، اینا ما با اینا کاری نداریم اصلا. توجه می‌کنید؟ اینا ثانویه است، شما اون اصول اولیه رو باید بپذیرید، حلش کنید، بعد عرض کنم خدمت شما برسید به این چیزا. مثلا یه یارو تو دراش نمیدادن دو مال خونه کت خدا میگشت، ما داریم در اصول بحث میکنیم. در اصول اونجا اختلاف، شما میگید قاعده لازرار که قاعده فقهی و بقیه است، اینا که اصلا این چیز دیگه است. آقا فقه هم که دارید میگید اصلا قاجر، شما نگاه کنید همین دینی که شما دارید ازش تعریف میکنید، یه دین چه چیز آقا داره؟ دین یه اعتقادات داره، اخلاقیات داره، یه فقه داره. چیز دیگه داره آقای ناصرالدین؟ دین یه اعتقادات داره، یه اخلاقیات داره، یه فقه داره. تازه این فقه خودش دنیایی ترین بخش حکومته، یعنی سکولار ترین بخش دین فقه.
توجه میکنید؟ حالا همین فقه رو شما نگاه کنید که به وسیله اجتهاد چه میکنه. آقا استنباط احکام شرعیه، تازه احکام فرعی ها، توجه میکنید؟ حالا منابعش دوره کدومه؟ دوره اهل تسنن منابعی دارن، اون نمیدونم اون اهل شیعیان دوره منابع اونا رو قبول ندارن. اینا آقا ما با اینا کاری نداریم. اینا آقای ناصرالدین، اینا مراحل بعده که ما بیایم بگیم آیا قرآن و سنت و عقل و اجماع، اجماع درسته؟ آقا این که نشد که. آقای ناصرالدین شما اجماع رو مثلا قبول دارید، میگی آقا میگید قرآن، سنت، عقل و اجماع، درسته؟ منابع فقه شیعه مگه جز این چهار تاست؟ من شما سوال میپرسم، منابع فقه شیعه جز این چهار تاست؟ قرآن، سنت، عقل و اجماع، درسته؟ آیه ناصرالدین تکس بزنید. خب درست، حالا نگاه کنید، شما میگید آقا منابع فقهتون اینه. آقا منابع فقهتون اینه یعنی شما چی کار باید بکنید با این؟ شما با این چارتا باید برید توی فروع احکام مجتهد حکم بده، باید برید توی فروع احکام و مجتهد حکم بده. این اصلا میدونید بحث، این بحث پله دهمه قرآن و سنت در اهل سنت. بله آقای کوری، البته اینم بگم توی مذاهب چهارگانه اهل سنت متفاوت دیگه، یعنی شما نگاه کنید بر قرآن و سنت و اجماعش تاکید دارن، عقل رو قبول ندارن، یه دهشون استحسان رو قبول دارن که مثلا خودش نوعی عقله، یه دهشون قاعده انصاف رو قبول دارن که اون قاعده انصافش میشه خیر عرفی. اینا نمیخوایم اینجا بحث کنیم، اینجا همه خسته میشه، اصلا کسی بحث ما اینا نیست، ولی اگه بحث اون اینا باشه میتونیم در مورد اینا بحث کنیم. بس اینا نیست آقای ناصرالدین. من یه چیزی به شوخی آقای ناصرالدین بگم، این دوستان یه مشکلی دارن، این دوستان مشکلشون میدونین چیه؟ وقتی ما وارد این بحث میشیم به یه جایی میرسیم که همون مثالی که یه بار گفتم میشه، که به طرف گفتن که تریاک چرا آدمو میخوابونه، به آخونده گفتن که آقا تریاک چرا آدمو میخوابونه، آخونده برگشت جواب داد گفت که چون قوه منومه داره. بعد طرف هم گفت ممنونم، خیلی متشکرم و مرسی، جواب ما رو دادید و یاد گرفتیم، رفت. بعد رفت به این نفر گفت من رفتم از این آخوندی پرسیدم که تریاک چرا آدم میخوابونه، گفته قوه منومه داره. گفت خب این که جوابتو نده، که این سوالی که پرسیدی و به عربی برگردونده. قوه منومه یعنی قوه خواب‌آور، تریاک چرا میخوابونه؟ چون قوه خواب‌آور داره. این جواب اینه. حالا میخوام بگم اینا رو دیگه آقای قاعده لازرار، اینا اصلا مبنای بحث ما نبود و بقیه چیزا. ما داریم توی اصول اولی داریم بحث میکنیم، همون اصول اولی که داریم میگیم، میگیم آقا اسلام اصلا بحث اونم چیز نبود، این دیدگاه های مختلف و قرائت های مختلف. بعدم آقای ناصرالدین، مگه شما میتونید انکار کنید که اسلام قرائت های مختلف نداره؟ اسلام قرائت های مختلف داره. توی همین کشوری که داریم زندگی میکنیم یک عده‌ای هستن که میگن آقا اهل تسنن بهش نمیرن، نمیدونم اون فلانیا بهش نمیرن، این بهش نمیره، اون به تاش 7 8 میلیونن که میرن بهش دیگه، بقیه هم باید برن یه فکری بار خودشون بکنن. خب این برداشت متفاوت از دینه دیگه، خب این برداشت متفاوت از دین، یه دینی باش مواجه هستیم که بعد به عدد هر انسان یک برداشت ازش وجود داره. خب بخوام با این چیکار کنیم؟ بعد شما میگین همشو یک جا رد میکنم، بنده همشو یک جا رد نمیکنم، میگم این برداشت های متفاوتی که وجود داره، اصلا همین آقای کوری توی همین شیعیان، توی همین شیعیان کی قبول داره؟ نه آقا شما بارت بار نمیشه مگر ولایت شیعه. میگه ولایت آقای کوری، امام نماز جمعه رو دیدید؟ نماز جمعه، شما نماز جمعه رو نگاه کنید روی تریبون نماز جمعه چی نوشته؟ نوشته ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است. خب نیست آقا، نیست آقا. بزرگترین علمای اسلام ولایت فقیه قبول نداره. اینا نگاه کنید، اینا رو قاطی کردن همه چیز با هم دیگه است که من دارم به شما میگم اشتباهه. ما تو مبانی اساسی بیایم بحث کنیم، اونجا رو تکلیف روشن کنیم. این قرائت های مختلفی هم که وجود داره، بنده میگم همه قرائت ها رو به رسمیت میشناسم، هم نه من میشناسم، نه من که کاره نیستم بشناسم، ولی ما با قرائت های مختلف باید به رسمیت بیم، چاره هم نداریم، توجه میکنید؟ اما اون قرائتی که مبتنی بر خشونت میشه و ابزارشو به دست میاره، اینو باید محکوم کنیم. آقای ناصرالدین شما با این مخالف یا موافقی؟ اگه دوست داشتی جواب بده، دوستم نداشتی جواب نده. بنده میگم پلورالیزم باید حاکم باشه، قرائت های مختلف از اسلام باید به رسمیت شناخت. اما اون قرائتی که میره به سمت ممزود شدن با قدرت که جنایت میآفرینه، بنده اینو قبول ندارم، اینو باید ردش کرد، اینو باید محکومش کرد به خاطر سیف موندن و امن موندن خود همین اسلام.
حالا بریم سراغ بقیه بچه. من تمام دوستان سوال خانم باران هم جواب بدم تموم کنم. ببین خانم باران اول بحث اون تشریف نشین، من مفصل توضیح دادم که که مبانی عرض کنم حقوق بشر جدید کجاست و کجاش مبانی حقوق طبیعیه. اما الان میگم ببینید، یک زمانی مبنا عرض کنم خدمت شما همون وضع طبیعی که گفتم، یه وضع طبیعی نفر داشت اینو ببینید، یه چیز داریم آقای ناصرالدین خیلی بهتر از من اینو میدونن، یه توی دوران مشروطه، تو جنبش مشروطه یکی از علمای طرفدار مشروطه کسی داشت به نام آقای علامه ناینی. علامه ناینی کتابی نوشت به نام تنبیه الامه و تنزیه المله. بعد توی اون کتاب شرح امثالی آقای علامه ناینی یکی از بزرگترین علمای زمان بوده، یعنی یکی از مراجع سلاس بوده، سه تا مرجع آخوند خراسانی ها دیگر، اینا مراجع بزرگ سرشناسش شیعه بوده. ایشون توی کتاب تنبیه العلماء چیزی می نویسه استبداد، میگه حکومت استبدادی بدترین نوع حکومته، اما بدترین نوع استبداد استبداد دینیه. حرف ناینی درسته، توجه میکنید اینکه چرا از خدمت شما استبداد بده، سر جای خوش بده، اما بدترین نوع استبداد استبداد دینیه. چرا بده؟ به دو تا دلیل. نگاه کنید، استبداد و نمیدونم ظلم و فلان و اینا همه ما روبروی حکومت دین نمیخوایم وایستیم. مسئله اینه که نگاه کنید، دین اساسا، دین یکی از چیزهایی است که فانکشن هایی داره، کارکردهایی داره، و این کارکردهاشو آقای ولی چشم الان یادم آمد، چشم اونو توضیح میدم، اگه یادم رفت دوباره یادم بیارید. دین یه فانکشن هایی داره، یه کارکرد هایی داره که اون کارکرد هاشو باید محترم بداریم. اینو یادتون باشه، اگر کسی فکر کرده من اینجا میدونم فوش به دین و دین دارم میدم، زهی خیال باطل. دین اصلا اینجوری نیست، دین یه فانکشن هایی داره که این فانکشن ها و کارکرد هاشو باید محترم بداریم، و این کارکرد و فانکشناش مورد استفاده یک عده‌ای هست. دوستان شما فکر نکنید این همه میلیارد آدمی که توی جهان دین دارن اینا همه، معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، ابله و دیوانه هستن. نه اینجوری نیست، خیلی از روی عقلشون، بله مثل همه چیز دیگه، خیلی به خاطر سوء استفادهشون میرن کمونیست میشن، مگه نشدن؟ خیلی به خاطر سوء استفادهشون میرن نمیدونم هزار تا چیز دیگه میشن، یه عده به خاطر سوء استفادهشون اومدن مسلمان و نمیدونم یهودی و بهایی هم شدن، در این شکی نیست. اما هر کسی که دین داره که عرض کنم خدمت شما عقلش گسسته خرد که نیست که. چرا؟ چون دین فانکشن داره، چون دین کارکرد داره. اون زمانی که دوستان رو چند بار یه تکست میزنن توی روم که نمیدونم مارکس، اون جمله معروف مارکس رو، شما این جمله معروف مارکس رو که میگید بابا بقیهش رو بخونید، حرفای فوئرباخ رو بخونید، اینو فقط نخونید، بعد از حرفای فوئرباخ که اصلا شما همینا توضیح بدید، بعد باید برید حرفای فروید رو بخونید. آقا فروید در مورد دین چی میگفت؟ حرف درست نمیزد فروید. فروید میدونی چی میگفت؟ فروید میگفت دین توهمه، اما و هزار اما، توهم لازمه. میگفت دین یک جایی، میگفت توهمه، ما بهش کارم، میگفت توهم لازمه. میدونی چرا؟ میگفت چون تیزی تیغ وجوه تراژیک جهان رو کند میکنه. این خیلی مهمه، یک عده تکیه میدن به دین که یک چیزهایی رو که ندارن از دین کسب کنن. توجه میکنید؟ خب این فانکشن داره، این کارکرد داره، شما باید بذاری اون کسی که میخواد بره به سمت دین دینداریشو بکنه. اما و هزار اما، نباید بذاری، آقای امسال حرف من اینه، نباید بذاری به اسم دین ظلم و ستم بشه، نباید بذاری به اسم دین کشته بشه، نباید بذاری به اسم دین عرض کنم خدمت شما جفا بر مردم بشه. باید محکم جلو این وایساد، باید محکم جلو این وایساد، نه جلو دین، جلو این قرائت از دین. توجه میکنید؟ حالا حرف دیگه من میزنم، من میگم یک عده هستن فکر میکنن میتونن جلو دین واسن دین رو نابود کنن، برن بکنن. من با اینا کاری ندارم، آره مثلا با اینا کاری ندارم، برن این کار بکنن، هر کسی میتونه دین رو نابود کنه بره بکنه، اما ارز خود میبری و زحمت ما میداری. این دین آقا همیشه هست، محکم سر جاش هست، اما سر جاش نیست، باید برش گردون سر جای خودش، سر جای خودش نیست. تمام حرف ما اینه. این بعدم چیزی شما بگم، خیلی از کسا هستن باور کنید خیلی هم پروای دین دارن، اصلا آدمای چیزام نیستن، پروای دین دارن، یعنی فکر دین هستن، ولی ابدا این حکومت دینی و فلان قبول ندارن. شما فکر میکنی هر کس دین داره این حکومت دینی و فلان و همه بکش بکشا و اینا رو قبول داره؟ والا نه، بلا نه.
اصلا اینجوری نیست. من از شما سوال میپرسم، مگر از همه مارکتا، مگر همه آقای امسال، آقای جناب ایرج، بقیه دوستان، مگر همه مارکسیستا استالینیزم رو قبول داشتن؟ مگر همه مارکسیستا لنینیزم رو قبول داشتن؟ آقا ما فراوان مارکسیست داشتیم که لنینیزم رو قبول نداشت، استالینیزم رو قبول نداشت. حالا سوال اینه، اگر یه نفری رفت مسیحی شد، یه نفری رفت یهودی شد، یه نفر رفت بهایی شد، یعنی عقل نداره؟ یعنی فهم نداره؟ فقط هر کس دیندار نیست عقل و فهم داره؟ اینا غلطه دوستان، واقعا نکنید این کارو. اگر دین رو قبول ندارید بگید من دیندار تو بیاند سیف سایدم، اگر اخلاقی باشم. اصلا مارکسی که مارکسیست نبود جناب برکلی، کاملا درسته، والا مارکسی که مارکسیست نبود. توجه میکنی؟ میخوام به شما اینو بگم، اگر یک کسی روشنفکر دینی، خانم گیلان در اسم نداریم اما در کارکرد داریم. نگاه کنید، در اسم نداریم اما کارکردشون چیه؟ کارکرد آقای کوری، آقای کوری منو نخندی، الان آخر شب الان بخندم همه همسایه رو بیدارش. آقای کوری میگه مارکس تودی بود. آقای خدای عالی بود. عرض کنم خدمتتون، خانم گیلان، روشنفکر دینی به اسم نداریم اما کارکرد داره. کارکردش میدونی چیه؟ کارکرد روشنفکری دینی خیلی جاش با همه نقصایی که داره، نقصایی هم داره، ولی یکی از کارهای مهمشون اینه که جلوی تفسیرهای قشری، تفسیرهای مبتنی بر دوگماتیسم و فناتیک رو میگیرن. اینا تفسیرهای نوینی از دین میدن، روایت امروزی تری از دین میده به قول فرمایش ایشون. حالا این روایت امروزی تر شما میتونید قبول داشته باشید، میتونید قبول نداشته باشید. توجه میکنه این ماجرا اینه. میخوام بگم اصلا ضدیت با دین و نمیدونم دشمنی با دین و اینا، والا من عاقل تر از اونم که تو زندگی میام با دین دشمنی کنم، هرگز هم چیکار نمیکنم. ولی اینم به شما بگم، عاقل تر از اونی هم هستم که تن به حکومت دینی بدم. انقدر آدم گسسته خردی نیستم، تن به اینم نمیدم هرگز. مثلا به شما فرق نمیکنه که من چه دیدگاهی دارم، ما دیدگاهمون رو توضیح میدیم واسه هم و دلیلمون رو میگیم. ولی اگه قرار باشه بدونید، بنده هرگز جلوی دین وا نمیسم، به دیندارا توهین نمیکنم، اساءه نمیکنم به دیندارا، این سر جای خودش محکم. اما و هزار اما، دین حکومتی و حکومت دینی و یک قرون واسش ارزش قائل نیستم، یک قرون ها. اصلا اینا رو قبول ندارم. بله بله، آقای ایرج میرزا، نگاه کنید، این دوگماتیک و این دوگماتیزم توی هر چی باشه غلطه، نه توی دین. شما میتونید یک لیبرال دوگم باشید، دیگه از این بالاتر به شما بگم؟ یعنی شما میگی لیبرال یعنی آزاداندیش، نمیدونم فلان، همه چیزا رو بگید، ولی شما مثلا همین لایسیته، شما میتونید یک مثلا مبتنی بر لایس بگی آقا فلان، ولی شما بیاید دیندار نبودن رو زوری بکنید، به اجبار بکنید، اینم غلط، من اینم قبول ندارم. شما نمیتونی دیندار نبودنم به زور بگی آقا تو حق نداری دیندار باشی. خب اینم از اون ور بوم افتاده. این دوگماتیسم در همه چیز غلطه، در مارکسیسم غلطه، در سرمایه‌داری غلطه، در اسلام غلطه، در مسیحیت هم غلطه. این دوگماتیسم توی هر چیزی باشه غلط. بفرمایید آقای ناصرالدین. مثلا این گوتایی کاری از این بله. حالا آقای کوری خیلی جالبه شما بگم، یعنی همین دیگه بودیزم، شما باور کنید تو این بودیزم انشعاب به وجود اومده، بودیزم نیبیک، بودیزم چند تا شاخه های بودیزم داریم. یه شما توجه کنید بعد میگید در اسلام مثلا نباید قرائت های مختلف وجود داشته باشه. شما تصور کنید در بودیزم قرائت های مختلف داریم، شعبه های مختلف داریم. تمام، روز جمعه بحث حیوانات خانگی داشتیم، بعد اون دوستانی که اینجا تشریف دارن یادشونه اونایی که بودن، بعد من میگفتم که من نظرم بر این بود که حیوانات خانگی رو، حیوانات تو خونه نباید نگه داشت. بعد دلیل میوردم، میگفتم یکی از دلایلی که وجودش رو توضیحش دادم این بود که میگفتم حیوانات عقل دارن، اندیشه دارن، توجه میکنید؟ اینو میگفتم، بعد توضیح میدادم، میگفتم عقل و اندیشه دارن اما در مرتبه ما نیست، مرتبهشون با عقل ما فرق میکنه ولی دارند. بعد نتیجه میگرفتم، میگفتم اگر انسان بگه عقلی که من دارم ملاکه و هر کی مثل عقلش مثل من نباشه عقل نداره، این غلطه. اینو اتفاقا من قبول داریم، همه هم قبول داریم، مشکل با این نداریم. ولی اگه دقت کرده باشید، ما اصلا نگفتیم عقل، گفتیم عقلانیت.
عقل یک چیزه، عقلانیت یک چیزه. بعد عقلانیت هم تعریف کردیم. آقای امثال، عقل، عقلانیت میدونی یعنی چی؟ یعنی شما هر کاری کردید واسهش دلیلی داشته باشید. حالا به من بگید ببینم، شما توی زندگیتون بر عقلانیت حرکت میکنید؟ شما هر کاری بخواید بکنید واسهش دلیل دارید، یه کار همینجوری هم میکنید. من عقلانیت رو اینجوری تعریف میکنم که میگم کسی بر محور عقلانیت حرکت میکنه که واسه کارهایی که میکنه دلیل داشته باشه یا علت داشته باشه. حالا ما داریم در مورد استدلالی صحبت میکنیم، توجه میکنید؟ این یعنی عقلانیت به تعریف من. اینا رو شما داشته باشید. حالا اینو بذارید جلو خودتون دیگه، به خودتون با این بسنجین. عقل رو ول کنید. عقل ممکنه به قول فرمان شما، بله، هر کسی بیاد یه مرتبه از عقل تعریف کنه، تعریفی از عقل بده، بعد بگه عقل من با شما متفاوته. بله، عقل من شما با هم متفاوته، اشکال نداره. اما از این چه نتیجه میخواید بگیرید؟ از این میخواید چه نتیجه بگیرید؟ میگم اصلا اینا رو شما بذارید کنار، اینو ملاک از خودتون قرار بدید که آیا کاری که میکنید با دلیل یا بدون دلیل. منابع شناختیتون چیه؟ از خیلی از بله آقای ایرج، خیلی از سای دیگه قوی تر از انسان است. حالا در مورد اون صحبت کردی. بله آقای ایرج، مشکل ما اینه که ما انسان مدارانه با پیرامون خودمون برخورد میکنیم. بعد وقتی با انسان ها برخورد میکنیم، این انسان مدارانه میشه خودمحورانه. یعنی من بخوام خودم مثلا بخوام بیام بگم انسان ها فلانند، اون چیزی که از خودم مراد میکنم میگم انسان ها باید اینجوری باشه، بعد میخوام خودم خود انسان رو با بقیه مقایسه کنم، میگم که ببینید حیوانات دیگه باید فلان جور باشند. میدونید؟ ولی فلان جور رو از کجا میارم؟ از خصایص انسانی میارم. اینا مشکلات دیگه. ولی آقای امثال، اینا یادتون باشه عقلانیت نه عقل. عقلانیت هم محور اصلیش روی استدلال ورزی، یعنی دلیل داشتن واسه کارهای مختلف. دلیل داشتن واسه کارهای مختلف. اگه فلان کار کردی بگی آقا دلیلت چیه؟ اگه فلان حرفو زدی بگی دلیلت چیه؟ توجه می‌کنی؟ بعد یه آیه از قرآن هم شما بخونم، ولی بعد از آقای ناصرالدین واسه شما میخونم آیه قرآن هم. که اونجا هم دیگه دلیل راهی نداره. توضیح کوچولو بدم و جمع‌بندی کنم و بریم. ببین در مورد چیز دموکراسی هم که اون رابطش بمونه وقت دیگه، اما و هزار اما عرض کنم خدمتتون، یه گرفتاری ما خیلی بزرگی تو ایران داریم و متاسفانه تو این کوشش نظری نکردیم، واقعا نکردیم. اینو بعد مد نظر ما باشه. اونم اینه، ما با یک جامعه مواجهیم، با یک کشوری مواجهیم که به نظر من بیشتر از 90 درصدش پروای دین دارن. این مشاهده من از این ایرانه، بیشتر از 90 درصدش پروای دین دارن، نه اینکه دین دارن نماز شب میخونن، اینو بارها گفتم، ولی به نظر من این جامعه بیشتر از 90 درصدش هنوز پروای دین داره. حالا نگاه کنید توی همچین جامعه ای دموکراسی با اون مبانی که ما تعریف کنیم چجوری باید شکل بگیره. این یک چیزیه که خیلی باید کسایی توش کار کنن، توی زمینه کار کنن، دارن کارم میکنن، ولی خیلی تعدادشون کمه متاسفانه. اینو بعد آره اینو بعد اینم بعد توضیح بدم که پروای دین دقیقاً یعنی چی، ولی اینم یه بار توضیح میدم. ولی نگاه کنید این ملاک، این نسبت و تناسب، حالا شما بگید حد اکثرشون دیگه، یا شما بگید اکثریت قریب به اتفاقشون دین دار، یعنی که تردیدی ندارید که حالا شما در یک جامعه که اکثریت قریب به اتفاقشون دین دارن، اون مدل حکومتی که میخواید برپا کنید، شما میخواید چی کار کنید؟ شما فکر نکنید این کار راحتیه دوستانا. یک حکومت وقتی میاد، مثلا این مثال واسه شما میزنم، آره حالا توضیح میدم. آقای جناب ایرج، میدونید چه جوریه؟ مشکل اینه که دموکراسی میخواد دینی بشه، یعنی دموکراسی دینی یا دین دموکراتیک، این دوتاست. یعنی مهم اینه که کدومشه، دموکراسی دینیه یا دین دموکراتیکه. دین رو بعد میشه دموکراتیک کرد؟ آیا دموکراسی میگنجه در این؟ سر این دعواست که میخوام وارد این بیار صحبت میکنیم، ولی حرف من الان چیز دیگه است. ببینید اینو بگم، شما توجه کنید توی همین کشوری که دارم میگم با این جمعیت زیادی، شما نگاه کنید الان یه حکومتی بیاد، الان شما به دقت کنید، عنایت بفرمایید، یه حکومتی بیاد در یه کشوری که اکثریت قریب اتفاقش مسلمانه، این حکومت یکی از کارهایی که باید بکنه چیه؟ سلام جناب تکوین، خیلی خوش اومدید. این حکومت یکی از کارهایی که باید بکنه، باید سیستم آموزشی واسه مدارس درست کنه، درسته؟ حالا سوال اینه، این وقتی میخواد سیستم آموزشی واسه مدارس درست کنه، تو اون سیستم آموزشی مدارس دین باید وجود داشته باشه دیگه. این بابا چه دینی وجود داشته باشه؟ کدوم قرائت از دین باید وجود داشته باشه؟ خیلی مسائل داره، خیلی مصائب داره. توجه میکنید به این راحتی نیست ماجرا. یعنی مسئله ایران، مسئله توی کشورهایی که انقدر جمعیت دیندار توش زیاده، عرض کنم خدمت شما، به این راحتی نیست. اما چیزی نشه، توجه میکنید، چیزی نیست که حل نشه.
نشه. میخوام بشه نیست که من بگید آقا ما همینا رو داریم دیگه جزئی نمیشه کاری کنیم. نه خیر، کارهایی هم میشه بکنی، خیلی کارهای مفیدی هم میشه بکنی، کارهای ارزنده هم میشه بکنی، از این وضع اسفبار هم میشه خارج شد. عرض کنم برای چیز به شما بگم، حالا اینم دقت کنید، ولی نظر منو بخواید بدون، نظر من توی جامعه که ما داریم زندگی میکنیم، توی حکومت، نه حق دین ادا میشه نه حق حکومت. کسی مخالف اینه؟ نه حق دین ادا میشه نه حق حکومت. این خیلی جالبه. یعنی شما نگاه کنید، دینی باش مواجهیم که همه وایسادن به خاطر حکومت بهش فوش میدن، حکومتی هم باش مواجه هستیم که از او بر هر کی مخالف دینه میزنه تو سر حکومته. اینا بعد از هم جدا بشن، از هر طرف برید بهشون نگاه کنید، اینا بعد از هم جدا بشن. برای دنیا و آخرت خود مسلمان هم خوبه که اینا از هم جدا بشن. اما همون جوری که توضیح دادم، یک عده‌ای که اونا اون قشر عرض کنم خدمت شما سنتی متسلب قشری دین هستن، اینا از حکومت کوتاه نمیان، اینا از حکومت کوتاه، اینا حکومت ول نمیکنن، حکومت ول نمیکنن. میدونی چرا؟ چون اگر حکومت ول کردند دیگه هیچ جور نمیتونن اعتقاداتشون رو به دیگران حقنه کنن، تحمیل کنن، بقبولونن، نمیتونن این کارو بکنن. باید اینو داشته باشن و این غلط، تحمیل کنن. بله، از این که بگذاریم، عرض کنم خدمت شما که مرسی دوستان از این که تشریف داشتید. اگر دوستان کامنت دیگه ندارن، آقای بی تعاونی که اول گفتیم اصلا و اساسا یعنی ذره ای به اینا اعتقاد ندارن، ذره ای، یعنی من اینو واقعا تو این جامعه فهمیدم که ذره ای به این چیز اعتقاد ندارن. حالا دیگه اینو خیلی گفتیم در موردش، برای اون حکومت خیلی واسه شما هم. من خوندم دیگه آقای بی تعاقب، این چیزی که خوندم، خواهش میکنم، مرسی از شما که بودید آقای ناصری، از نظرتون ممنون. خوندم واسه تون آقای بی تعاقب، یعنی یکی از خوندم از صحیفه خود آقای خمینی بود، میگه آقا حکومت از احکام اولیه است، بالاتر از نماز و روزه و حج. پیدا کنید پیغمبر اینو گفته باشه، پیدا کنید که پیغمبر اسلام این حرف زده باشه. مرسی دوستان از اینکه بودید. خانم آیلیدی مرسی از شما که بودید. خانم غریبکس مرسی. از همه دوستان که تشریف داشتن ممنونم، بحث خوبی بود. اول روم هم گلابه عنایت خودتون ببخشید، ولی خب آدم راحت میشه. مرسی از همه، خیلی خیلی ممنون، لطف کردید جناب دلاور، خیلی لطف کردید مثل همیشه. مرسی از همه دوستان، ممنونم، وقتتون بخیر و مراقب خودتون و دیگران باشید.